با تقدیم سلام خدمت علاقمندان ریاضی، کسایی که در صنف پایان هستند و نمیخوان قابلیت های تقسیم یاد بگیرن، در درس گذشته ما شما قابلیت های تقسیم بر 2, 3, 4, 5, 6 خواندیم. حال قابلیت تقسیم بر 7 میخوانیم. در قابلیت تقسیم بر 7 شما اگر در نوت سگرین میبینین که میگه رقم اول عدد را حذف و این رقم حذف شده را دو برابر نموده، از قسمت های باقی مانده عدد تفریق نمایید. این عمل را تا هنگام روی ارقام انجام دهید که باقی مانده 0 و یا 7 حاصل گردد. یک بار دیگه می خوانم، رقم اول عدد را حذف و این رقم حذف شده را دو برابر نموده، از قسمت های باقی مانده عدد تفریق نمایید. این عمل را تا هنگام روی ارقام انجام دهید تا که باقی مانده 0 و یا 7 حاصل گردد. امی متن به انگلیسی چی قسم میگن؟ میگن test of divisibility by 7. Remove the last digit, double it and subtract it from truncated original number and continue doing this until we get 0 or 7. یک بار دیگه میخوانم، test of divisibility by 7. Remove the last digit, double it and subtract it from the truncated original number and continue doing this until we get 0 or 7. در قابلیت تقسیم بر 7 در نوت برتان گفتیم که ارگاه رقم اول یک عدد حذف کنین، عدد سعی کنین رشته کنین 18606، رقم اولش اوسو کنین، باقی مانده قسمتایش این باقی مانده قسمتایش بگیرین، امیده دو چند کنین، دبل کنین، یعنی ضرب دو کنین. این را که ضرب کنین چند میشه؟ 2, 6, 12 میشه. اینمی 12 را بیارین از قسمت باقی مانده ترانکیتد، از قسمت باقی مانده منفیش کنین، از دک دو بره 8، اینجا چند میمونه؟ 5. از 5 که 1 بره 4، 8 هم خودش، 1 هم خودش، باز رقم اولش اوسو میکنیم، باقی ماندهش 184 میمونه. ایره دو چند میکنیم؟ 16 میشه. این 16 رو میاریم از قسمت باقی مانده منفی میکنیم، از 14 که 6 بره 8، از 7 که 1 بره 4، 1 هم خودش، با مذرد، از 14 که 6 بره 8، از 7 که 1 بره 6، 1. آله یک رقم دیگه شا پت میگیریم، 16 دیگه میمونه. آله امی قسمت را که حذف میکنیم دو چندش میکنیم، باز 2 16 میشه. این 16 را بیارین زیر 16 دیگه منفیش کنیم، آخر چی میبره؟ 0. امی مرحله را تا زمان انجام میدین که باقی مانده تان یا 0 یا 7 برایه. اگر این کار را کردین 0 7 برامد، امی عدد را که اگر شما تقسیم 7 کنین 100% پورا بدون از ایک علامه اشاری بخوره تقسیم میشه. به می ترتیب سعی کنین عدد 2 میشه 3521. رقم اولش را اوزو میکنیم، باقی ماندهش گوشه میکنیم، گروه جور میکنیم، ایره دو چند میکنیم، 2, 1, 2. امیر میاریم از قسمت باقی مانده منفیش میکنیم، از 2 که 2 بره 0. 5 خودش، 3 خودش. هر وقت دمی جریان عملیه پوشری تان 0 آمد، او را از 0 صرف نظر کنیم، باقی مانده شه باز سعی کنیم 5 است، ایره دو چند کنیم، 2, 5 مسیح میشه و 10. اگر دارم از این منفی کنم حاصلش مثبت 3 و منفی 10 میشه منفی 7، بازم چند برآمد؟ 7. اگر شما به همچو مرحله سر میخورین، پس شما عدد کلانه بالا نشته کرده، عدد خورده در پایانش نشته کرده، دوباره همی عملیه را انجام بتین، سعی کنین یا 0 یا 7 برای
اگر صفر یا افت برآمد بنابراین این عدد نشان میده که اگر بالای افت تقسیمش کنیم پورا تقسیم میشه. عدد آخریش را سعی کنیم 4568 رقم اولش هست دو چند دولش میکنیم دو هشت 16 میشه. این 16 را میاریم از قسمت باقی مانده منفیش میگیریم، از 6 که 6 بره 0، از 5 که 1 بره 4، 4 دیگه هم خودش. هر وقت گفتیم پوشی ما 0 آمد از 0 صرف نظر میگیریم، باز 4 است، این 4 را دو چند میگیریم، 2 4 8 میشه. 8 اگر من در زیر از این نشته کنم 4 منفی 8 هم میشه، حاصلش منفی 4. و اگر ما چون عدد کلان پایان نشته است این را برعکس نشته کنم 8 منفی 4 اش کنم حاصلش 4 میشه. نه 0 برآمد نه 7 برآمد، بنان این عدد 30ش بالای 7 قابل تقسیم نیست. بازم براتون میگم رقم اول هست دو چند از باقی مانده منفی تا زمانی که یا 0 و یا 7 حاصل شود. در غیر از او که دیگه عدد برای نه صفر برای نه افت در بین صفر و افت باشه و عدد قابل تقسیم بر افت نیست. قابلیت تقسیم بر اشت، عدد بالای اشت پورا قابل تقسیم است که سه رقم اول عدد بالای اشت قابل تقسیم باشد. به انگلیسی چی میگن؟ Test of divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its digits in hundreds, tens, and units places are divisible by 8. یک بار دیگه میخوانم، قابلیت تقسیم بر 8، عدد بالای 8 پورا قابل تقسیم است که سه رقم اول عدد بالای 8 قابل تقسیم باشد. Test of divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its digits in hundreds, tens, and units places are divisible by 8. در قابلیت تقسیم بر 8 میگه هرگاه سه رقم اول عدد سر 8 تقسیم شده پورا، کل او عدد سر 8 پورا تقسیم شده میتونه. مثل قابلیت تقسیم بر 4، در قابلیت تقسیم بر 4 دو رقم اول اگر تقسیم 4 میشد بسته عدد قابل تقسیم سر 4 بود. در قابلیت تقسیم بر 8 سه رقم اول عدد اگر قابل تقسیم سر 8 باشه بنان کل او عدد سر 8 تقسیم شده میتونه. در این عدد 2568 سه رقم اولش 568 است. امتحان میکنیم اگر امی سه رقم اولش قابل تقسیم بالای 8 بود کلی عدد سر 8 تقسیم میشه، اگر نبود نه. اینال 8 افت 56 میشه، منفیش کنیم ای چیز نمون، 8 تا پلان کردیم، یک اشت 8 منفیش کنیم ای چیز دیگه نیمونه، 0 شد. وقتی که باقی مانده 0 برآمد بفهمیم که دیگه اشاری نخورد. سه رقم اول ازی یک ها ده ها صد ها یا هندرد تنس و یونیت دیجیتش میتونه سر 8 قابل تقسیم باشه، بنان کلی عدد 2568 میتونه سر بالای 8 پورا تقسیم شود. عدد 18848 یک نفر برتان میتونه میگه آیا این عدد سر 8 پورا تقسیم میشه یا نه؟ میگه یک لحظه من سه رقم اولش تقسیم میکنم، اگر سه رقم اولش سر 8 تقسیم شد کلی عدد سر 8 تقسیم میشه، یک 8 8 منفیش میگیریم چیز نمیمونه، 4 پان کردیم. اوشتان باشه 4 از بالا پان کردیم، این 4 باقی مانده نیست و این 4 تقسیم 8 نمیشه، دو عدد همزمان پان کرده نمیتونی. وقتی که یک عدد پان کردی کمبود کردی این تقسیم از این نمیشه، میخوایی دیگه عدد دوم پان کنی مجبور هستی ایجا یک صفر بالا کنی بعدش باز عدد پان کنی، 48 66 48 میشه. این از سه رقم اولش باقی مانده صفر برآمد، سه رقم اولش پورا تقسیم شد، بنان کلی عدد سر 8 پورا تقسیم شده میتونه، هم عدد اول هم عدد دوم. عدد سه همه سه میکنیم، سه رقم اولش سعی میکنیم که اگر سر 4 سر ببخشین سر 8 قابل تقسیم شد کل عدد میتونه سر 8 تقسیم شود. حالا دو رقمش در نظر بگیریم،
شش هشت چلو هشت. منفیش میگنیم از دوازده که هشت بره، از دوازده که هشتش بره شش، ببخشین چهار، چهار دیگر هم پان میکنیم چلو چهار، پنج هشت چل، منفیش میکنیم چهار میمونه، اشاریه میزنیم صفر پان میکنیم پنج هشت چل. دیجا هم ختم شد، باقی مانده صفر شد، لیکن اشاریه خورد. بنابراین سه رقم اولش سر هشت تقسیم نشد، کل عدد سر هشت پورا تقسیم شده نمیتونه. اگر سه رقم اولش تقسیم شد، عدد سر هشت تقسیم شده میتونه. قابلیت تقسیم بر نو. ارگاه مجموعه ارقام یک عدد بالای نو قابل تقسیم باشد، عدد مذکور بالای نو پورا قابل تقسیم است. ارگاه مجموعه ارقام یک عدد بالای نو قابل تقسیم باشد، عدد مذکور بالای نو پورا قابل تقسیم است. Test of divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. Test of divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. در قابلیت تقسیم بر 9 اگر در عبارت متوجه شوید، مثل قابلیت تقسیم بر 3 وارث میگه اگر مجموع ارقام یک عدد بالای 9 قابل تقسیم باشد، او عدد بالای 9 پورا قابل تقسیم است. یعنی ارقامش شما باید جمع بکنید. یعنی امی عدد اگر ما بخوایم ببینیم که آیا این عدد بالای 9 پورا تقسیم میشه یا نه، چی کنم؟ ارقامش رو باید جمع کنم. 3 جمع 2 جمع 7 جمع 6، که کل از یارا جمع کنیم ببینیم چند میشه، که باز این در ضرب زبانی 9 یا بالای 9 پورا تقسیم میشه یا نه میبینه بشه. 3 و 2 5، 5 و 7 12، 12 و 6 18. اگر 18 را تقسیم 9 کنی، دو نو 18 میشه. بنان در ضرب زبانی ما هم دو نوی ما 18 میشه. بنان ای عدد بالای 9 پورا تقسیم میشه. ای را سعی میکنیم 6935. 6 جمع 9 جمع 3 جمع 5، ارقامش را جمع میکنیم میبینیم که چند نمره. اگر ارقامش بالای 9 قابل تقسیم بود، کل یه عدد سر نو تقسیم میشه. 96 15، 15 و 3 18، 18 و 5 24، 18 ببخشید 23، 6 و 9 15، 15 و 3 18، 18 و 5 23. که سعی کنین 23 نه در تیبل یا در بالای 9 قابل تقسیم است، نه در ضرب زبانی نام وجود دارد. بنان ای عدد سر 9 پورا تقسیم نمیشه. عدد دیگر 61875. بخاطر از اینکه شما بخواید ببینین چه کنین که آیا سر 9 تقسیم میشه، مثل 3 واره ارقامش جمع کنین. این 6 جمع 1 جمع 8 جمع 7 جمع 5 مساوی است با 6 و 1 7، 7 و 8 15، 15 و 7 22، 22 و 5 27. وقتی که 27 تقسیم 9 کنی، 3 و 27 میشه و در ضرب زبانی 9 هم 3 و 27 است. بنان این عدد بالای 9 پورا قابل تقسیم است. عدد دیگه است 556875. این را چک میکنیم که بالای 9 پورا تقسیم میشه یا نه. ارقامش را جمع میکنیم. این 5 جمع 5 جمع 6 جمع 8 جمع 7 و جمع 5 مساوی است با 5 و 5 10، 10 و 5 15، 15 و 6 21، 21 و 8 21 و 8 29، 29 و 7 36، 36 4 9 36 میشه و 36 تقسیم 9 کنی پورا تقسیم میشه. بنابراین
ای عدد بالای 9 پوره تقسیم میشه. 4 9 36 در ضرب زبانی 9 هم هست. بنان قابلیت تقسیم بر 9 مثل قابلیت تقسیم بر 3 وارس، ارقامش را جمع میکنیم. اگر امون مجموعه در تیبل 9 بود خوب خوب، اگر نبود او عدد بالای 9 قابل تقسیم نیست، یا اگر امون عدد سر 9 تقسیم کردیم پوره تقسیم شد، پس بنان کل عدد بالای 9 پوره قابل تقسیم است. قابلیت تقسیم بر 10، ارگاه رقم اولی یک عدد 0 باشد، آن عدد بالای 10 پوره قابل تقسیم است. هرگاه رقم اولی یک عدد 0 باشد، آن عدد بالای 10 پوره قابل تقسیم است. به انگلیسیش test of divisibility by 10. A number is divisible by 10 if its units digit is 0. A number is divisible by 10 if its units digit is 0. در قابلیت تقسیم بر 10 میگه هرگاه رقم اولی یک عدد یا رقم یک های یک عدد 0 باشه، او عدد سر 10 پوره قابل تقسیم است. در عدد 370 رقم یک هایش را سعی کنید 0 است. بنان کلی عدد اگر من سر 10 تقسیم کنم بدون از اینکه اشاریه بخوره 100 درصد قابل تقسیم است. عدد دیگر 353100 رقم یک هایش را سعی کنید 0 است. بنان هر وقت من این را بالای 10 تقسیم کنم اشاریه نمیخوره پوره تقسیم میشه. به می ترتیب 8453 را اگر سعی کنم رقم یک هایش نه 0 است، بس خلاص یک شرط داریم که تنها 0 باشه. بنان هر عدد دیگه که باشه این عدد بالای 10 قابل تقسیم نیست. اگر شما این را تقسیم کنین 845.3 میشه، یعنی سعی کنین دمیج اشاریه خود شما بگیرین خودتان تقسیم کنین همی عدد برتان میتر. ای بود قابلیت تقسیم بر 10. قابلیت تقسیم بر 11، ارگاه تفاضل مجموعه ارقام جفت و تاق یک عدد 0 و یا 11 حاصل گردد، آن عدد بالای 11 پوره قابل تقسیم است، یا بالای 11 پوره تقسیم می گردد. ارگاه تفاضل مجموعه ارقام جفت و تاق یک عدد 0 و یا 11 حاصل گردد، آن عدد بالای 11 پوره تقسیم می گردد. انگلیسیش test of divisibility by 11. A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of its digits in the even places is either 0 or 11. A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in the odd places and the sum of its digits in the even places is either 0 or 11. قابلیت تقسیم بر 11، اگر در عبارت شما متوجه باشین میگه ارگاه تفاضل مجموعه ارقام جفت و تاق یک عدد 0 یا 11 برایه، چی مانا؟ یعنی هدف دی نیست که شما باید سن ارقام سعی کنیم که آیا این رقم جفت است یا تاق، باز جفتار یک طرف جمع کنیم تاقار دیگه طرف نی. هدف از ایست که شما نامگذاری بکنین. با طور مثال اگر شما سعی کنین امی 4015 را من نامگذاری میکنم، نام 4 ای خرد میمونم، نام به تعقیبش عدد 2 میشم، نامش بی میمونم، پس نوبت آل پس نوبت ای میرسه، نام ازیر ای میمونم، نام ازیر بی میمونم. آل توتال ای را شما باید پیدا بکنید و توتال بی را باید پیدا بکنید. توتال ای یعنی دیجا 4 4 ایس تعیین کرده بودیم و 1
که آسل اردویش پنج میشه و از آسل توتال بی که یکی صفر است جمع و یکی هم پنج است. اگر این دو عدد جمع کنیم یا هم آسلش پنج میشه. حال اینی دو کمیت از یکی دیگه تفریق میکنیم. فرق نمیکنه که اگر مقدار توتال A زیاد باشه تو امی توتال A منفی توتال B، اگر مقدار توتال B زیاد باشه توتال B منفی توتال A، مقصد شما منفیش بکنیم. ارگاه ای دوتا رو منفی کردیم در هنگام تفریق صفر یا 11 برامد، این عدد بالا 11 قابل تقسیم است. از 5 که 5 بره صفر، بنان این عدد بالا 11 قابل تقسیم است. یک بار در دیگر تشریح میکنم، 4 از عدد خودش نشته میکنیم، بعد از اون نامگذاری میکنیم. میتونین شما هر نام بانین سرش، نام زیر F بانین، نام زیر G، باز پولیش F پولیش G، تمام F ها را جمع کنین، تمام G ها را جمع کنین، از اگه دیگر تفریق کنین. اگر 0 یا 11 برامد او عدد سریع از 11 پورا تقسیم بشه. آل عدد دیگه شو سعی کنید 69575. اگر ما بخوایم این عدد را چک کنم چی میکنم؟ نامگذاری میکنم. نام این رقم A، نام این رقم B، نام این رقم A پالوش B، پالوی از این A، توتال A سعی میکنید که A چند نام است؟ یکی 6 جمع، یکی 5 جمع و یکی هم 5 آخری که کل از این 5 و 5 در و 6 16 میشه و توتال B مسیز با یکی 9 داریم جمع، یکی هم 7 داریم که عربی از این هم جمع کنین چند میشه؟ 16. حالا از عربی یکی دیگه که منفیش بکنین از 16 که 16 بره 0، گفتیم یا 0 یا 11 بره، یه عدد بالا 11 یک تقسیم میشه. به این ترتیب 98 تا رو 362 رو سعی کنیم. من اول عدد رو رشته میکنم، بعدش نامگذاری میکنم A B A B A، توتال A را پیدا میکنم که چقدر است. 9 جمع 3 جمع 2، عددهای A را کلش جمع میکنم، 9 3 12 و 2 14 میشه و توتال B را سعی میکنم مسیس و 8 است جمع 6، 8 و 6 هم 14 میشه که از 14 14 منفی کنیم تصادفی عرصی سوال 0 برامد، یا 0 یا 11 برای یادت بالا 11 قابل تقسیم است. این بود قابلیت تقسیم بر 11. ما شما بخواید یک جدول مکمل را برای وقتی که قابلیت تقسیم بر 19 را برتان درس دادم کارخانگیتان میتونم انشاءالله برتان که او را تکمیل بکنیم. آل شما عددهای مختلف را پیشتان کار کرده میتونین و چک کرده میدانیم تا قابلیت تقسیم بر 11 شما چه قسم یاد میگیرین. تا درس بعدی شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداوند یار و مددگارتان.